با سلام خدمت بینندگان برنامه پرشین اوارز، من رضا هستم از مجریان این برنامه و همراه همکارم خانم سنای در خدمت استاد مرتضی قرچی هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما استاد. عرض ادب، عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی همکاران عزیز. منم عرض ادب دارم خدمتتون آقای قرچی، خیلی خوش آمدید، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. در خدمتتون هستم آقای قرچی. قبل از هر چیزی مقدار با خودتون بیشتر آشنا شم. بیننده ما آقای قرچی کجا به دنیا اومدن؟ کجا مقطع در واقع دبستانشون رو گذروندن؟ حضور با سعادت عزیزانمون عرض بکنم، بنده متولد 25 آذر 1347 هستم در تهران، محله سنگلک. حضور با سعادتتون که تقریبا دوران دبستان رو در یکی از مدارسی که تقریبا میشه گفت یک جابجایی دو ساله‌ای داشتیم که در یک مدرسه تقریبا میشه گفت غیر دولتی اون موقع نامگذاری می‌کردن، دبستان رو تمام کردم و دوره راهنمایی رو در مدرسه راهنمایی خدمتتون عرض بکنم دکتر هوشیار بودم و مدتی که به انقلاب انجامید و در دبیرستان هم در محله منیریه دبیرستان خود بودم و اصطلاحاً اسم اون زمانش بود ایران و سوئیس که تبدیل شد بعد از انقلاب خود. مدت بعد از دیپلم دیگه نتونستم برای کنکور ورود به دانشگاه نداشتم خدمتتون عرض بکنم و تقریبا میشه گفت از سالهای اوایل 7 سالگی که ورود به دبستان رو مشغول بودم. پدرم کار خوشنویسی رو با بنده شروع کردن و از اون زمان تا به امروز در به اصطلاح شاگردی هنر خوشنویسی به سر میبرم. بله استاد، بجز پدرتون و اساتید دیگه ای را هم شما در زمین خوشنویسی داشتین؟ بله، بند شروع انجمن خوشنویسان رو با جناب استاد ساعتچی لنگرودی که انشالله عمرشون دراز باد و همیشه سلامت باشن شروع کردم در انجمن خوشنویسان سال 1360. بعد بلافاصله بنابه یک دوره‌ای که به عنوان کلاس‌های تابستانه یاد می‌شد و یک دوره متوسطه محاسبه می‌شد، خدمت استاد مصطفی طهماسبی بودم که بعد از اون در پاییز همون سال خدمت استاد ساعتچی لنگرودی رسیدم و از ایشون خواهش کردم که محبت فرمودن، بنده رفتم سر کلاس استاد طهماسبی و تا سال 1964-65 که به توصیه خود استاد طهماسبی محضر استاد نازنین امیر احمد فلسفی رسیدم، تلمس کردم خدمتشون تا اینکه دوره خدمت فرا رسید و از اون دوره به بعد تقریبا میشه گفت کلاس به صورت کلاسیک و کلاسی خدمت استاد عزیزی نبودم و خودم از روی خطوط قدما و عزیزانی که مثل استاد امیرخانی بزرگوار کار میکردم تا سال 1385 که گرایش زیادی به خطوط استاد معظم کیخسرو خروش پیدا کردم و به لطف خدا و یکی از دوستان عزیزمون جناب استاد محمد جدی در یک بهار بسیار خاطره انگیز خدمت استاد رسیدم و در محضرشون
شیوه عماد الکتاب و کلهر رو شناخت بیشتری پیدا کردم و توصیه استاد بر این شکل بود که اگر طالب خوشنویسی اصطلاحاً حظ بیشتری از خط داشته باشید به عماد الکتاب مراجعه بکنید. و دیگه از اون تاریخ به این بعد من شاگردی شیوه عماد الکتاب رو دارم انجام میدم و از خطوط استاد خروج، استاد حسین و مرحوم و استاد حسن هم نیم نگاهی دارم و حظ بستر. بسیار زیبا. آقای مرشد، شما الان در واقع راهی که اومدین در بزرگسالی و خیلی قشنگ بودیته فرمودین، بعضی اوقات اساتیدی که در هنر فعالیت دارن در دوران مدرسه شون یعنی در واقع از سن کم یک کارهای هنری شروع کردن. شما چنین چیزی رو داشتین که حالا دوران مثلا سنتون که کم بوده خوشنویسی، نقاشی از اون موقع شروع شده باشه؟ بله، عرض کردم حضورتون من 7 سالم بود که پدر قلم خوشنویسی رو برام تراشیدن و از مشقهای اون دوره ادب آداب دارد، ارباب ادب دریاب آداب و از این قبیل در مشقهای ابتدایی رو ایشون به بنده آموختن و در همون زمان به هر حال یک سری تابلوهای کوچکی بود که با رنگ روغن انجام می شد. از ابتدا دسنهای اصلی حالا یا منظره‌ای بود یا پورتری بود شماره گذاری شده بود و با اون پالت‌های رنگ آماده‌ای که بود بنده به شماره رنگ‌های مورد نظر رو در کار اجرا می‌کردم و این تقریبا حالت بوم شاسی داشت که در نهایت رنگ می‌شد و می‌تونست آب بشه و پدر این محبت رو برای بنده می‌کردن. به حقیقتا متعاقبا با خوشنویسی اگر جلو نرفته باشم برای توضیح، سال 60 که خدمت اساتید انجمن خوشنویسان رسیدم بسیار علاقه‌مند شدم به هنر بالای تذهیب و دیگه آروم و قرار نداشتم. از پدر خواهش کردم، محبت کردن، در مدرسه شاهد در خیابان بابی‌سنس خدمت استاد نوروزی منش و استاد حسینی بزرگوار که اون زمان استاد اردشیر مجرد پاکستانی کلاس های تذهیب و مینیاتور رو بر عهده داشتن. البته بنا به دلایلی ما سعادت زیاد در خدمت استاد مجرد پاکستانی رو نداشتیم با دوستان دیگر، خدمت استاد فرهاد لاله دشتی رسیدیم و از اون زمان تا به امروز به هر حال خطوط بعضی از اساتید رو یه خرابکاری‌هایی براش انجام در کنار خوشتم. استاد، شما با توجه به این سوابقی که در خوشنویسی داشتید، آیا مدارج خوشنویسی رو به صورت کلاسیک هم طی کردید یا اینکه فقط بر اساس همون تلاش و کوشش و به قول معروف آموزش خودتون از اساتید تا اینجا اومدید؟ خیر، بنده هم مثل تمامی عزیزانی که علاقه‌مند به هر حال گذروندن دوره‌های مبتدی، منتها ما مبتدیمون در یک تابستان گذشت، متوسط و خوش و عالی و ممتاز و تقریبا میشه گفت ممتاز رو خدمت استاد امیررحمت فلسفی 68 و 69 خط نستعلیق چلیپا و کتابت رو به لطف خدا قبول شدم و دوران خدمت سربازی بودم که بعد از مدتی که دیگه تقریبا سال 71 به لطف خدا مزبط شدم و زندگی زوجه رو به اصطلاح در پیش رو داشتم، سال 75 اگر اشتباه نکنم، چون اصلا دیگه مشغول به کار بودم و خوشنویسی، جناب آقای محمود گنجی عزیز هر جا هستن سلامت باشن به من گفتن که فلانی تو نمیخوای خط دومت رو بگیری؟
نگیری اصطلاحاً ممتاز به اصطلاح عقد ممتاز اتفاق نمیفته. هم باشه. یادم میاد کتاب استاد نازنین، استاد یدالله کابولی رو، منحنی عشق بود، گرفتم و مقداری از روش فقط برای ترکیب ها و به هر حال به لطف خدا آمادگی دست وجود داشت، ترکیب های تلیفایی رو آماده شدم و امتحان تلیفای شکسته رو هم در اون زمان دادم. اما دوره فوق ممتاز به ما نخورد. ما دیگه اعلام کردن که عزیزانی که اصطلاحاً مدت 10 سال یا بیشتر از دوره ممتازشون میگذره احتیاج به فوق ممتاز ندارن. و اگر منظور جنابالی، حالا اون که زیاد از نظر بنده مهم نیست، ولی به لحاظ اتفاقی که باید به هر حال برای هر عزیزی نزد استاد بزرگواری در خوشنویسی بیفته، من افتخار این رو داشتم که احراز استادی رو از دستان مبارک استاد کیخسرو خروش دریافت. بسیار زیبا. فرمودین توی صحبتاتون که ازدواج کردین. من میخوام یه ذره یه خورده فضولی کنم تو زندگیتون. میخوام بدونم که شما همسرتون هم در واقع در زمینه خوشنویسی فعالیتی دارن یا فرزندان در زمینه خوشنویسی فعالیتی دارن؟ خدمتتون عرض بکنم که همسر بنده حقیقتاً بیشتر مانند یک دوست و همراه در راه خوشنویسی و تدریب و حالا کارهایی که امروزه مشغول هستم بنده رو یاری کردن و خودشون چون مشغول به کاری بودن فقط خیلی به بنده کمک کردن و واقعا هم شاکر خداوند هستم، هم ممنون دارشون هستم که هیچ وقت من نشنیدم از ایشون که فرض بفرمایید کوچکترین حرفی بابت اینکه خوشنویسی یا هنر چیزه فرض بفرمایید به دوره های امروز چون شنیده بودم در بعضی از عزیزان و دوستان و نازنینمون، فقط میتونم بگم که همیشه همراه من بودن و بنده رو خیلی کمک و واقعا برای من خیلی مهم بود که هر لحظه که من مشغول کار بودم با طیب خاطر و راحتی درون. استاد شما خوشنویسی رو به عنوان یک کار تفننی انجام میدید یا واقعا کار اصلی شما در زندگی هم همین خوشنویسی هست؟ بله جناب برادر نازنین، ببینید خوشنویسی الان که محضرتون هستم جلوی دست من وسایل خوشنویسی و قلم و خط رو همیشه و تدریس کلاس تدریس خوشنویسی دارم در خدمت عزیزانی که البته بعد از ایجاد به وجود اومدن این دوره کرونا کلاس ها تبدیل شده به کلاس های آنلاین، اما همواره خط می نویسم. اما اون چه که حقیقت مطلب هست خط فرض بفرمایید برای نوشتن کتاب علاقه داشتم و در سالهای 75 2 کتاب به لطف خدا، چون خیلی اون زمان علاقه زیادی داشتم، 2 کتاب خیام و باب طاهر رو به رشته تحریر در آوردم. اما خب از اونجایی که یک مقدار با عزیزان ناشر کار کردن همین سخت بود دیگه بعد از اون نتونستم. البته خب شاید یه مقدار هم مسائل زندگی باعث شد که ورود کارهای دیگری هم در کنار خوشنویسی داشتم، مثل فرض بفرمایید دکوراسیون داخلی یا کارهایی مثل انجام تابلوهای فضاهای محیطی، حالا چه داخلی چه خارجی کار کردم. ولی همیشه خط در رأس کارهای هنری بنده قرار داشته. سبسا مدت زیادی هست جناب آقای نازنین که تذهیب رو به خاطر اینکه مبادا از تحریر خوشنویسی دور باشم زیاد قبول نکردم انجامش.
آقای موشی، شما کار نقاشی خط هم انجام میدین؟ این نقاشی خط رو یه ذره واسه بیننده ما توضیح میدین که اصلا عالمش چه عالمی داره، چقدر تفاوت داره؟ حقیقتا خدمتتون عرض بکنم که خب البته بنده کوچکتر از این هستم که در رابطه با نقاشی خط بخوام صحبت بکنم. ما هممون که شکل خاصی داریم پشت سر اساتیدی که این هنر رو در تقریبا میشه گفت یه چیزی حدود نیم قرن پیش شروع کردن. از اساتیدی جا داره نام ببریم مثل رضا مافی، البته اینها همه اساتید بودن، استاد پیلارام در حال حاضر سایه‌شون بر سر همه عزیزان هنر نقاش به خط هست، استاد اهدایی، استاد افتی و بزرگانی که این هنر رو تا به امروز حالا به شکل‌های مختلف، بعضی به صورت آکادمیک، بعضی به صورت حالا سینه به سینه و فقط تحریر خط، یک مدل رنگی نویسی یا به شکلی که فرض بفرمایید بنده به صورت برجسته کار میکنم، هر کی به نوعی یک لذتی از این کار با به عنوان تلفیق رنگ و هنر خط لذتش رو میبره بر روی حالا بوم یا بوم‌های شاسی MDF به هر گونه ای، حالا بعضی از عزیزان روی دیوار کارهایی رو انجام میدن. این حال و هوای بسیار زیبایی داره، مخصوصا در حال حاضر همه عزیزان علاقمند این هستن که به یک گونه ای مشغول نقاشی خط باشن. اما اگر چنانچه خط به مرحله ای رسیده باشه از پختگی که کلمات در جایگاه خودشون باشن، یا به نوع دیگری اگر بخوایم تعریف دیگری داشته باشیم از نظر شناخت فونت و فرم کلمات، حالا حداقل میخوام اینو عرض کنم که حتی نستعلیق یا سولف یا خطوط هفتگانه نباشه، شاید هر عزیزی بنا به کار مستمر با قلم میتونه برای خودش به نوعی خطی اختصاصی خودش داشته باشه که امضای خودش هست. حالا شاید در پیچش هایی، در فرم هایی، اندام های خطی به عزیز و استادی نزدیک باشه، اما آنچه که شاکله کار هنری یک شخص رو در نقاشی خط پایریزی میکنه برمیگرده به شناخت اون عزیز، به اصول رنگگذاری، اصول چیدمان حروف، حالا چه به صورت نستعلیق سولف و چه به صورت اجرای فور یا خطوطی که اسمهایی رو امروز، نامهای شاخصی رو امروز براشون در نظر گرفتن و همشون از نظر بنده بسیار زیبا هستن. ولی اینی که بنده بخوام اصطلاحاً با یک زمان فوریتی در زمانی خودم رو به عرصه نقاشی خط برسونم، این یک مقدار باعث استکاک خود شخص و رغبتی که در عزیزی به عنوان عشق وجود داره برای این کار شاید این مقدار کم بشه، به جهت اینکه در زمان فرصت کم رسیدن به این کارها به مقدار دشوار خواهد، ولی واقعا زیباست. مخصوصا بنده خودم از طبیعت خیلی کمک میگیرم، از تذهیب لطف خدا کمک میگیرم و از خوشنویسی هم همینطور، و سعی کردم بیشتر اگر چنانچه حروف برجسته ای رو هم کار کردم از خط خودم باشه، خطی رو که خودم تحریر میکنم. حالا امروز مدیا در کار همه عزیزان دخیل هست، یعنی اگر کسی بگه کار نمی کنم خب امکانش هست، نه اینکه امکانش، ولی خب
در مقاطعی میتونه کمک کنه به ساختار تعداد حروف، یا حتی شاید بعضی مواقع یک کلمه رو بشه 3 بار 4 بار یک ی یا یک دایره نون رو نوشت و اون رو به همون تعداد 3 یا 4 یا بیشتر رو در همون کار به شکل‌های مختلف قلم اجرا کرد. میشه از رایانه کمک گرفت و استفاده های خیلی خوبی حتی در چینش، حتی در کار نهایی به اصطلاح به سرانجام. بله خیلی عالی استاد. شما متوجه به اینکه هم خوشنویسی روی کاغذ و کلاسیکش رو انجام دادید، هم نقاشی خط، شما نمایشگاه هایی هم شرکت کردید برای این کار؟ حضور با سعادتتون جناب بهادری عزیز، یه مقدار در نمایشگاه شاید کوتاهی شده، اما خب تقریبا سال 91-92 بود که در گالری استاد خروش کار فقط خوشنویسی داشتم و باز در خدمت استاد سال 96-97 عید 96-97 بود که تعدادی تابلو نقاشی خط رو در گالری گذاشتم و تعداد زیادی از نمایشگاه های مشترک با عزیزانی که دعوت میکردن در خدمتشون، حالا چه خوشنویسی چه کار نقاشی خط، بودم در خدمت عزیزان. خوشی شما در برنامه پرژن ایواز تشریف دارید. برنامه پرژن ایواز هدفش این هستش که هنرمندای عزیز ایرانی در سمت و سر دنیا رو توی حالا هیتای مختلفی فعالیت میکنن، زیر یک سقف کنار هم قرار بده، معرفیشون کنه به هم دیگه که در آینده بتونن با هم دیگه شاید کارهای مشترکی انجام بدن، و از طرف دیگه هم یه روندی داره میره به سمت آکادمی ایجاد کنه، آکادمی هنر ایجاد کنه توی فیلدهای مختلفی. به نظر شما واسه جامعه ایرانی که ما جایزه در حد بین‌المللی تا حالا نداشتیم، مثل اسکار، مثل گرمی، تا حالا ما جایزه بزرگی بین‌المللی نداشتیم، وجود چنین جایزه بین‌المللی چقدر به پیشرفت خود اون شخص هنرمند میتونه کمک کنه، چقدر ایجاد انگیزه میتونه براش بکنه؟ خدمتتون عرض کنم که خب همیشه قدردانی از یک اثر، یک اجرا همیشه زیبنده است و لذت بخشه، اما بنده در این تصورم که همیشه به این موضوع فکر کردم اگر چنانچه هنرها مخصوصا اگر پایه خوشنویسی در نظر بگیریم، چون داریم در رابطه با خوشنویسی ابتدا ما عرضم صحبت میکنیم، یک مبانی خاصی مثل حالت دانشگاهی که فکر میکنم دعیش بوده انجام بشه که مراحل به گونه ای طی بشه که شخص وقتی به مراحل بالا میرسه این توانایی که در نقطه ای از اوج ایستاده یک توانایی معتبری باشه، اون زمان یک جایزه فکر میکنم معنی خوبی پیدا میکنه. اما امروز مستحضر هستید، خب مراسمی حالا به نوعهای مختلف جشنواره ها اختصاص داده میشه، اما در نهایت فرض بفرمایید در یک سبک و یک شیوه خاص انتخاب یک اثر اتفاق میفته. این عرض کوتاه رو از این دیدگاه عرض کردم که وقتی مسئله در یک مجموعه اساتیدی که در همه موارد هنرمند هستن و نگاهشون یک نگاه مجموع هست، وقتی میان به بنده شخص نگاه میکنن دیگه براشون مهم نیستش که بنده در چه شیوهی کار میکنن. ارتقای کار بنده از دهه فرض ۶۰ تا دهه حال حاضر چه فعل و امکاناتی رو داشته، چقدر نشیب و فراز داشته، در این شکل اون جایزه فکر میکنم معنا و به اصطلاح اون
معنای ژرف خودش رو به اصطلاح قابل بحث میشه که اونها بتونن شخص رو انتخاب بکنن از دیدگاه کلی. الان داره بیشتر این اتفاقها حول فقط یک مبحث، مثال عرض میکنم، خط خوشنویسی فقط کسانی که بدون تعارف شیوه استاد بزرگوار استاد غلام حسین امیرخانی رو مینویسن. اگر غیر از این بخواد باشه همواره دنبال روی این قضیه خواهیم بود. من عرضم این نیست که خدای نکرده بگم الان شخص خاصی مد نظرم هست، خیر، عرضم اینه که وقتی ورود کنه به مباحث بالاتر آکادمیک، اون موقع اساتیدی که در سطح بالا قرار دارن بهتر میتونن انتخابی برای دادن جایزه در مقاطع مختلف رو در نظر. حتما همینجوری هست که شما فرمودید و جناب بهادری حتما از شما دعوت میکنن که بعد از مصاحبه‌ای که ما با اساتید خوشنویسی انجام دیدیم توی کارگروه ها شرکت بفرمایید، چون توی کارگروه ها همینجوری که شما فرمودید زیر شاخه های خطاطی مشخص بشه که توی زیر شاخه های خطاطی اصلا قرار هستش که چه اتفاقی بیفته. شما نمیخواید فقط به قول شما یک قسمت مخصوص رو فقط بگیریم بریم چرا. و اما کار دیگه‌ای که ما مد نظرم هست انجام بدیم این هستش که در واقع ما چه کسی که به قول معروف توی آمریکا داره زندگی میکنه و خطاطی یا هر هنر دیگه رو داره معرفی میکنیم، چه کسی که توی دور افتاده ترین روستا توی ایران هست داریم سعی میکنیم که بستر مناسبی باشه که صدای این هر دو قشر، همه هنرمندا، به گوش در واقع همه ایرانیان برسه. نظرتون در این مورد چی هست؟ اینکه یه بستری وجود داشته باشه که همه بتونن خودشونو و کارهای هنریشون رو به عرصه نمایش بذارن. ولی دیگه این بسیار عالیه. ما در مملکت خودمون این زحمتی که دارید الان میکشید، هنرمندهای عزیزی هستن که شاید الان اصلا دیده نمیشن و دستان هنرمندی دارن که بنده شاید 50 سالم که کار کردم شاگرد اون عزیزانم محسوب نشم، حالا در تمامی هنرها از بافت گیلیم گرفته، میناکاری، هر چه که شما فرض بفرمایید، فرش، تمامی هنرهایی که در گوشه گوشه میهنمون وجود داره، این کار بسیار زیباییه. البته که بسیار کار پرمشغله‌ای خواهد بود. از همین ابتدا که در خدمتتون هستم خسته نباشید میگم، کاری هستش که به هر حال بسیار تحمل شاقی رو میطلبه و به هر حال لذت بافری هم در نهایت خواهد داشت که مطمئنن به قول فرمایشتون یک عزیزی در گوشه گوشه میهنمون متوجه میشه که دیده شده. این خیلی لذت بخشه و بنده هم همیشه دوست داشتم اگر کوچکترین خدمتی در این رابطه بتونم فروگذار نیستم و خیلی هم خوشحال میشم اگر از دست بنده هم کار دارم. استاد اگر سوالی رو ما یادمون رفته یا مطلبی رو شما دوست دارید عنوان بفرمایید الان بفرمایید. خواهش میکنم. من بسیار سپاسگزارم از اینکه بنده رو امروز مورد محبت خودتون قرار دادید و به اصطلاح تونستم دقایقی رو در معذر شما عزیزان باشم. احساس خوبی بود برام. اگر بخوام مطلبی رو عرض بکنم، اون مطلب برمیگرده به این که هیچ اتفاقی در هیچ کلاس خوشنویسی یا هیچ کلاس هنری برای ارتقاء اون هنر نمیفته مگر پایه و اساسش با مهربانی باشه. یعنی یک مدرس، یک عزیزی که حالا در هر سن و سالی شروع به تدریس میکنه برای ارتقاء اون هنر، اون جایگاه احتیاج به این داره که هنرجو رو با یک زبان مهربانی برای کلاس فراهم بکنه براش که او راحت باشه. حتی اگر ما بخوایم در رابطه با مسائلی که بیما بینه اساتیده فن هنرمون وجود داره که خیلی تقریبا میشه گفت کهنه شده و احتیاج به یک فکر میکنم
نگاه جدیدی به این قضیه باشه. باز هم در این مورد هم خیلی دوست می‌دارم که عزیزان با مهربانی و رفقت با این قضایا برخورد بکنن، چون یک شخصی که ورود میکنه به هر هنری، حالا چه موسیقیایی باشه چه تجسمی باشه، با یک عشقی خدمت یک استاد عزیز میرسه. من خودم حالا در یک دوره عاشق یک خطی بودم، چون اگر مثال بزنم در اون دوره ها مطمئنن استاد بزرگوار و معظم مشخص میشه، فقط یاد میکنم. بسیار علاقه من بودم که اون خط رو یاد بگیرم، ولی با یک برخورده شاید اون روز برای من نوجوان 14-15 ساله یا نهایت 15 سال یه مقدار دقیق بود، تقریبا میشه گفت خیلی خوش. خب من زده شدم، عرض میکنم باید ایراد باز هم از بنده بوده، ولی این مهربانی در هنر همیشه حتی در کار اساتید نمایان خواهد بود و همون عشقیه که ما میتونیم حالا بنده به عنوان شاگردای کوچیکتر و تمامی اساتید معظم به هنرجویان وادی هنر بدن. فقط منظورم این بود که اینو عرض بکنم و باز هم از تمامی بزرگواران سپاسگزارم که این وقت رو برای بنده به وجود آوردن تا بتونم چند کلمه ای صحبت بکنم. بسیار بسیار ازتون متشکرم. ما هم ممنونیم از جناب استاد کوچی که تشریف آوردن و میهمان برنامه ما بودن. عزیزانی که دوست دارن در مورد خطاطی با ایشون جلسات در واقع تخصصی تری رو ببینن، میزه گردهای ما رو دنبال کنن، چون این برنامه فقط یه برنامه بود که یک مقدار با خود استاد آشنا بشیم. توی برنامه تخصصی تر حتما در مورد خطاطی با ایشون مفصل تر صحبت خواهد شد. و اما با پیام زیبای آخر جناب قوچی از همه شما خدافظی میکنیم، محبت کنیم، حتی وقتی به گلی با محبت آب بدیم چقدر زیباتر رشد میکنه. در نور و عشق باقی بمانید. همراه همکارم آقای رضا بهادری همه شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.